بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفتح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه حدیث هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه ما به این قسمت می رسیم. امام علیه السلام در این حدیث نورانی طولانی بر حاکمیت عقل تأکید میکنند. در مقابل گروهی که در اون زمان بودند و ادامه اونها هم در این زمان ما هست و پیرو مکتب اهل بیت نیستند، حجیت عقل و حاکمیت عقل رو منکر شدند. از جمله مباحثی که در علم اصول و فقه و کلام مطرح است این است که آیا احکام الله تابع مصالح و مفاسد یا نه. اگر چیزی رو خدا واجب کرد، مصلحتی داشته که واجب کرده، اگر چیزی را حرام کرد، مفسده ای داشته که تحریم شده، پیروان مکتب اهل بیت عقیدشون همینه، احکام الله تابع مصالح و مفاسده. برای اینکه حسن و قبح عقلی رو اونا قائلن و معتقدن عقل خوب و بد رو درک می کند در حدود خاصی و معتقدن خداوند عادل است و حکیم، روی حساب چیزی را حرام میکنه، روی حساب چیزی را واجب میکنه، حتما پای مصلحت و مفسده در کار بوده. امام کاظم سلام الله علیه در ادامه این حدیث انگوش روی 8 آیه از قرآن گذاشته که در اونها تکیه بر عقلانیت شده. یکی از اون آیات 8 که بحث امروز ماست آیه 151 سوره انعام. در این آیه 5 حکم از احکام اسلامی بیان شده، آخرش هم لعلکم تعقلون داره. آیه به این صورت از قل تعالو اتل ما حرم علیکم ربکم، ای پیغمبر به مخالفینت بگو بیایید آنچرا خدای شما پروردگار شما نازل کرده برای شما بخوانم. الله تشرکو بهی شیئا، اولین دعوتی که دارم دعوت به توحیده، چیزی را شریک خدا قرار ندهید. دوم و بالوالدین احسانا، نسبت به پدر و مادر نیکی کنید. سوم ولا تقتلوا اولادکم من املاق، فرزندان خودتون رو به خاطر ترس از فقر نکشید. کشتن فرزندان در عصر جاهلیت 3 دلیل داشته. گاهی دخترانشون رو زنده به گور میکردند و میکشتند، گفتند غیرت ما اجازه نمیده اینا زنده بمانند و در آینده به دست دشمن در جنگ ها بیفتند و ننگی
برای خانواده های ما بشه، قبل از آنی که به چنگال دشمن در جنگ ها بیفتن، ما خودمون زنده زیر گور می کردیم اونها رو تا به این مشکل مبتلا نشد. واقعا چه خیال خام و احمقانی. و گاهی هم بچه هاشون می بردن پسران در مقابل بت ها قربانی می کردن. قد خسر الذین قتلوا اولادهم بغیر علم و حرموا ما رزقهم الله علیه. گفتن پسران ما بسیار عزیزن و باید در پای بت قربانی بشن احیانا. سوم هم چیزیست که در این آیه بهش اشاره شده، اونها به واسطه ترس از فقر، همون چیزی که در عصر زمان ما همین فکر جاهلی زنده شده. بعضی ها میگن ما سخت جنین میکنیم برای اینکه نمیتونیم بچه ها رو اداره کنیم، زندگیمون محدوده، درآمدمون محدوده. قرآن مجید در این سومین دستور میفرماد ولا تقتلوا اولادکم، فرزندانتون رو نکشید، من املاق، به خاطر ترس فقر. نحنو نرزقکم و ایاهم، ما شما رو روزی میدیم، ما اونها رو روزی میدیم، روزی به دست ماست. در چهارمین دستور ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، دنبال کارهای زشت نرید. فحشا و فاحشه در لغت عرب منحصر به انحرافات جنسی نیست. هر کار زشت و فوق العاده بدی رو فاحشه و فحشا میگن. کارهای زشت رو نه پنهانی نه آشکارا انجام ندی. این چهارمین دستور پروردگار شماست. پنجم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، آدم بیگناه را به قتل نرسانید. کاری که در زمان جاهلیت عرب بوده در عصر جاهلیت ما هم هست. چقدر بیگناهان را همه روز در دنیا میکشند، چقدر بچه ها و کودکان شیرخوار، چقدر زنان و پیر مردان بیدفاع. و لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، این الا بالحق در مقابل کسانی است که میگن حکم اعدام حتی در باره جانیان و قاتلان و مفسدان در زمین باید برچیده شود. جواب اونهاست الا بالحق. گاهی حق است، باید ریشه فساد برچیده شود. یه نفر مفسد فلعرض پیدا بشود، سراسر یه منطقه را آلوده به مواد مخدر کند، مشروبات مسموم رو پخش کند، گروه زیادی را از بین ببرد. بعد ما ترحم درباره این بکنیم، بگیم نه، قتل چنین مفسدی هم جایز نیست. و اما پنجم همین بود که عرض کردم ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. شاهد اینجاست، بعد از بیان این پنج دستور میفرماید ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، خداوند شما را به اینها سفارش کرده تا عقلتون رو به کار بیندازید. در اینجا سخن از حجیت عقله، حاکمیت عقله، سخن در عقلانیت دینه، در اصول دین و فروع دین و اخلاق، در همه شاخه ها عقلانیت حاکمه. مگر می شود دین هم عقل رو از کار بیندازد؟
چقدر اشتباه کردن اونهایی که منکر حجیت عقل شدن، چقدر اشتباه کردن اونهایی که حسن و خوف عقلی رو منکر شدن، چقدر اشتباه کردن اونهایی که گفتن احکام الهی تابع مصلحت و مفسده نیست. خداوند هر چیز ممکنه حلال کنه، هر چیز ممکنه حرام کنه. مگر نمیگیم خدا حکیمه؟ حکیم کارش روی برنامه. اگر دو چیز مساوی باشن، یکیش حلال کن یکیش حرام باشه، ترجیح بلا مرجعه. اگر یه چیزی بد باشه یه چیزی خوب باشه، بد رو واجب کنه خوب رو حرام کنه، ترجیح مرجوع بر راجعه. اینا هیچ عقلی نمیپسنده. من نمیدونم چطور بعضی از برادران مسلمان ما دور افتادن از مکتب اهل بیت و این مسائل رو منکر شد. اون چه لازم است در اینجا عرض کنم، در ادامه آیه 151 دو آیه دیگه هست، 152 و 153، پنج تا دستور دیگر هم در اون دو آیه هست. پنج به اضافه پنج می شود ده. و اینو بعضی از مفسران و ما هم در تفسیر نمونه نامشو ده فرمان گذاشتیم. در تورات یه ده فرمانی هست. خداوند در کوه طور به موسی بن عمران ده تا دستور داد به بنی اسرائیل برسان. الان همون ده فرمان در تورات فعلی هم با همه تحریفاتش وجود داره. کادرس شما در تفسیر نمونه در تورات فعلی دادیم. این ده فرمان قرآن که در سوره انعام با اون ده فرمان اگر مقایسه بشه، برتری اسلام بر آیین یهود روشن می شود. واقعا اگر همین ده دستوری که در این سه آیه بیان شده است، اگر همین ده دستور عمل بشود، دنیا گلستان میشه. دنیا گلستان میشه. بیدلیل کسی را نکشند. فحشا و منکرات آشکار و پنهان ترک کنند. توحید، ارتباط دلها، وحدت جامعه اسلامی، وحدت مردم دنیا و شرق و غرب، توحید حاکم بشود. این همه سخت جنین از ترس فقر نکنند، جلو زیاده خواهی ها رو بگیرند. اگر این دستورات زنده شود، قطعا دنیا گلستان میشه. قرآن مجید عجب کتابیست. سه آیش ده فرمان بیان کرده. همین سه آیه درمان دردهای مردم دنیاست. به هر حال هدف از بیان این روایت زنده کردن عقلانیت. در مقابل عقلانیت تعصبات. الان تعصبات زشت و کثیف و کور و کر بر گروه های زیادی در دنیا حاکمه. هدف زنده کردن عقلانیت در مقابل هوای نفس. الان هوای نفس بر بخش های عظیمی از دنیا حاکمه. شما خیال میکنید صدمداران آمریکا مطابق عقلانیت حرکت میکنن؟ جز هوای نفس، جز تعصب، جز برتری جویی های غلط، اگر عقل حاکم بشه، اگر حدیث هشام بن حکم از موسی بن جعفر احیا و زنده بشود، دنیا گلستان.
این همه پرونده هایی که در دادگستری های دنیا مطرحه، شما وقتی واردش میشید میبینید عقل حاکمیت نداره. اگر حاکمیت عقل باشه و عقلانیت باشه، این همه دعوا، این همه نزاع، این همه جار و جنجال یا خودخواهی هاست، یا تعصب هاست، یا فزون طلبی هاست، یا هوا و هوس هاست. عقل اگر حاکم بشود، هم در زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی مشکلات حل میشه. ای قرآن میگه لعلکم تعقلون به قوم یعقلون. عرض کردم بعضی از برادران جمع آوری کردن حدود 70 آیه درباره همین قوم یعقلون و اولو الالباب و لعلکم تعقلون، 70 بار روی عقلانیت تکیه کردن. فراموش نکنید این آیات در زمانی نازل شد که عرب در عصر جاهلیت از محیط جهل، نادانی، تعصب، کوردلی، حاکمیت هوای نفس از یه همچون محیطی قرآنی پیدا بشه، این همه تأکید بر عقل و عقلانیت کنی. آیا همین به تنهایی معجزه نیست؟ از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق بدهد بتوانیم حاکم بر وجودمان، خانوادمون، جامعمون، حاکم بران رو عقل و عقلانیت قرار بدیم تا در پرتو آن انشاءالله مشکلات ما به لطف خدا حل بشود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم یا حمید و حق محمد و برکاته.